اگه دختر یا خواهر شما بخواد توی یه فیلم بازی کنه یا توی یه کار هنری شرکت کنه، شما چی میگید؟ یه فیلم خیلی خوب داریم از کردستان که در اون یه فیلمساز دنبال یه بازیگر دختر میگرده. ببینیدش؟ سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. چطوری میشه در دل یه فیلم یا یه داستان عاشقانه تصویری از یه جامعه و یا یه تراژدی رو گنجوند، یه جامعه رو نقد کرد و در عین حال فیلم جذاب هم ساخت؟ این کاری هست که شوکت امین کورکی، فیلمساز کرد، در فیلم خاطرات روی سنگ کرده. شوکت امین فیلمساز کمتر شناخته شده ای برای مخاطبان ایرانی هست، گرچه سالهای زیادی از عمرش رو در ایران گذرونده و فیلمهاش موفقیت‌های بین‌المللی قابل توجهی داشتن. آقای امین کرد عراقی هست که در ایران در زمینه سینما تحصیل و کار کرده و به کردستان برگشته و در این سالها چند فیلم هم ساخته. خاطرات روی سنگ روایت تلاش فیلمسازی هست که میخواد فیلمی درباره کشتار انفال در کردستان در دوره صدام حسین بسازه. یه تراژدی دردناک که در سالهای بعد از سقوط صدام حسین مورد توجه بیشتر فیلمسازان کرد بوده و کوشیدن که در قالب‌های مستند و داستانی به این موضوع بپردازن. اما در فیلم خاطرات روی سنگ، فیلمساز از این رخداد تاریخی به عنوان بستری برای تصویر کردن وضعیت کنونی جامعه استفاده کرده. فیلم خاطرات روی سنگ یکی از موفق ترین فیلم های تولید شده در کردستان عراق در تمام این سالها بوده و به عنوان نمایندگی عراق در جایزه اسکار معرفی شده. حضور بسیار موفقی هم در سطح جشنواره های بین المللی فیلم داشته و جوایز متعدد رو هم به دست آورده. در آپارات این هفته خاطرات روی سنگ رو میبینیم و برای صحبت کردن در مورد ارزش و اهمیت این فیلم دعوت کردیم از دو صاحب نظر که با ما باشن و بعد از دیدن فیلم دیدگاه های اونها رو بشنویم. فرید اسماعیل پور، دانشجوی دکترای سینما و مستندساز، و همینطور عسل باقری، نشانه شناس، هر دو از پاریس با ما هستن. خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق شما و بینندگان برنامه فیلم رو ببینیم و بعد دربارش با شما وقت داریم که صحبت کنیم. فیلم خاطرات روی سنگ رو ببینیم. كاميرا 2 سين 4 شوت 1 تيك 1 اكشن دايك نو خطه و بسمرگ دم بتين سنور خان من جاري يكي ما تيبونا و سليمان بيش يسا كارت كردوا انا خير كارم نكردوا زور باش استابة تواوي تواوي بوي بلوري باش ثانيه اسكيمه بله بله باش داد ناسم بله سنور لوکشانیه که لیدیو کلیپ کنید در اجام تمام چقیان تو ویگن اپک دیو ارشن هم ناکتوری بیزن ماموست ناول هزمه اینا خازم هم مری بیکار بکن ناول هزمه از دوال سکن ناول هزمه اینا خازم به حضور آبیدان بیکار بکن فیلم در واقع پشت صحنه ساخت یک فیلم در کردستان عراقه، اما این فیلم پشت صحنه تبدیل میشه به تصویری از جامعه کردستان در شرایط بعد از دوران صدام حسین. فیلم کلاسیکه، خیلی درست نوشته شده، به جزئیات خیلی خیلی خوب
دقت کرده فیلم ساز، خصوصا روی شخصیت پردازی شخصیت ها. طنز میتونه خنده به دنبال نداشته باشه، ولی جایی است که قلب شما مدتی از احساسات رقت برانگیز یا دردناک باز میسته و این اتفاق دقیقا در این فیلم میفته. فیلم به نظر میاد یه جور در این حال ادای دین فیلم سازم هست به سینمای مورد علاقهش و فیلم سازای مورد علاقهش. داره این سوال مطرح میکنه که آیا همه مشکلات کردستان و مردم کرد با مسئله سیاسی حل میشود یا نه. برای من در کنار اینها بیشتر فیلمی هست درباره مصائب فیلمسازی و هنرمند بودن تو کردستان. خاطرات روی سنگ رو دیدیم، ساخته شوکت امین کرکی، فیلمساز کرد عراقی. فیلم در واقع پشت صحنه ساخت یک فیلم در کردستان عراق، اما این فیلم پشت صحنه تبدیل میشه به تصویری از جامعه کردستان در شرایط بعد از دوران صدام حسین. اونچه بیش از هر چیز دیگه این فیلم رو متمایز میکنه تلاش فیلمساز برای گریز از فضای شعار و درگیر شدن با شکل ملودرام و تراژیک ماجرای کشتار انفال از طریق قصه گویی و درگیر کردن مدام بیننده با درام و فراز و فرودهای قصه است. فیلمساز که با یه موضوع احساسی و یه تراژدی عمیقا دردناک به خصوص برای کردها روبرو هست، هیچ وقت به ورطه احساس و بازیای احساسی با این ماجرا سقوط نمی‌کنه و به محض درگیر شدن در ماجرا به سرعت از اون فاصله می‌گیره تا در عین اینکه مخاطب رو غیر مستقیم از آنچه که در انفال اتفاق افتاده با خبر کنه، او رو سرگرم و همراه نگه داره و در عین حال هم در لایه‌های عمیق‌تر فیلم تصویری از جامعه امروز کردستان به دست بده، جامعه‌ای درگیر همه معضلات دوران بازسازی. برای صحبت بیشتر درباره این فیلم و ارزشاش، فرید اسماعیل پور مستندساز و محقق سینما و اینطور عسل باقری نشانه‌شناس هر دو از پاریس با ما هستن. ببینیم که اونها چی فکر می‌کنن. گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم آقای اسماعیل پور. فیلم به هر حال داره شخصیت‌های جالبی هست، از شخصیت کارگردان گرفته تا تهیه کننده، بازیگر زن و نامزدش و اون خواننده کرد که همشون هم به اندازه و به خوبی به نظر میاد که توی فیلم ترسیم شدن و فیلمنامه به شکل ظریفی پرداخت شده. شما چطور دید اجرای فیلمنامه و کارگردانی رو توی این فیلم؟ فیلمنامه در فیلم خاطرات سنگ یه فیلمنامه خیلی دقیق، فوق العاده خوب پرداخت شده. منظورم پرده بندی ها، سه پرده کاملا پیاده شده تو فیلمنامه و واقعا یه فیلمنامه یه که شما نمیتونید خیلی ازش ایراد بگیرید از فیلمنامه. ولی به نظر من تو همینجا هستین، از سه پرده منظورتون چیست؟ بر بیننده ها بیشتر روشن کنید. معمولا یک درام رو توی سه تا پرده فیلمنامه نویس و کسی که داره فیلم طراحی میکنه یا طراح فیلمنامه توی سه تا پرده قرار میده و بعد نقاط اوج و عطف رو بهش اضافه میکنه که مسائل فنی نوشتن فیلمنامه است و قرار در این سه تا پرده بزرگ فیلم دیده بشه. توی این زمینه فیلم کلاسیکه، خیلی درست نوشته شده، به جزئیات خیلی خیلی خوب دقت کرده فیلم ساز، خصوصا روی شخصیت پردازی شخصیت ها. یعنی شما با هیچ شخصیتی که از اول یک کارگردان باشه یا یک بازیگر زن باشه یا یک تهیه کننده باشه یا یک خواننده کرد باشه که از خارج از کردستان عراق داره میاد مواجه نیستید. باید کلیشه صرفا این شخصیت ها هر چقدر هم کاریکاتوری باشن مثل اون خواننده کرد، بازم با دقت و ظرافت کم کم مثل یک واقعا تصیب کار فیلم ساز این جزئیات رو اضافه میکنه به اون طرح و نقشش. از این لحاظ فیلم خیلی فیلم درخشانیه. و به لحاظ کارگردانی؟ به لحاظ کارگردانی فیلم نه تنها فیلمی که میشه گفت استاندارد بالایی داره، بلکه پر از خلاقیت های بصریه. میشه بیشتر درباره این خلاقیت های بصری صحبت کرد، ولی فیلم بردار کاملا میدونه دوربینش باید کجا باشه، به سینما و ابزار بیانیش مسلطه و بعضی وقتا داره شعر میگه واقعا فیلمساز با ظرافت مخصوص خودش. فیلم واقعا فیلمیه که غافل برای کسایی که سینمای کردستان رو نمیشناسن میتونه واقعا غافلگیر کننده باشه از لحاظ کیفیت و جذابیت. خانم باقری، شما بفرمایید ساختار فیلم در نگاه نشانه شناس شما چطوری قابل تحلیله؟
یاکوبسون یک نظریه داره به نام کارکردهای زبان، و کارکردهای زبان 6 تا هستش که یکیشون فرازبانی هستش، کارکرد رمزگان یا فرازبانی، که در زبان اینطوری هستش که مثلا اگر من به شما بگم که این یک فعل است، ما داریم کارکرد فرازبانی از خود زبان استفاده می‌کنیم برای صحبت در مورد زبان. و حالا توی سینما هم همینه، یعنی اینکه شما اینو میتونید دقیقاً قرار بدید در سینما و بگید که چگونه می‌شود فیلم ساخت و این رو در درون فیلم نشون بدید و از این طریق حرفتون رو بزنید، یعنی فاجعه ای رو میخواد این فیلم ساز نشون بده و این فاجعه رو تصمیم میگیره که در درون ساخت فیلم دیگری درون این فیلم نشون بده. حالا اشاره کردن خانم باقری به موضوع، در واقع موضوع این فیلم، من وقتی که فیلم رو خودم نگاه میکردم داشتم فکر میکردم آیا واقعا مسئله اصلی این فیلم موضوع کشتار انفال هست یا مسئله ارائه تصویری از جامعه امروز کردستان؟ بین این دوتا فکر میکردم که فیلم دو سمت کدومشه و من تصویر بیشتر رو میدیدم که تصویری از یک جامعه در حال گذر و جامعه بعد از یک تغییر گسترده رو میخواد نشون بده فیلم. شما چطور دیدید ماجرا رو؟ من باهاتون تا حد خیلی زیادی موافقم، فکر میکنم بیشتر این چیزی هست که شما بهش رسیدید، ولی بذارین یه نکته‌ای هم بهش اضافه کنم. این روسا روسایی که از سیاسی و خیلی کردستان و اون اقلیم داره یه اتفاقات خیلی مهمی رو میبینه و شاید همش ذهن بره طرف مسائل اجتماعی و سیاسی که در فیلم واقعا بهش به ظرافت اشاره میشه، در این شکی نیست. ولی به نظر من این فیلم یک ویژگی خیلی مهمی که داره و اون از فیلم‌های پروپاگاند جدا میکنه اینه که اصولا این فیلم درسته که فیلم در فیلم هستش و فیلمی که داره درباره قتل عام یا جنوسید انفال ساخته میشه، ولی واقعا فیلم خیلی به اون طرف میل نمیکنه و تبدیل به بیانیه سیاسی اجتماعی یا یک دادخواه تاریخی نمیشه از تاریخ و اون جنایتکاران جانیان و در اصل وجدان بشری که سکوت کرده اون زمان، بلکه در لابلای فیلم به مسائل و مشکلات اجتماعی رجوع میکنه و ارجاع میده و نهایتاً داره این سوال مطرح میکنه که آیا همه مشکلات کردستان و مردم کرد با مسئله سیاسی حل میشود یا نه، یا واقعا مشکلات جدی فرهنگی، مشکلات درباره حقوق زنان، مشکلات فرهنگی شدید، حتی اشاره اجتماعی اون سینمای قدیمی که تو اون شهر قرار بشه رستوران ترکی و مشکلات فرهنگی. مثلا من به درستی به اینا اشاره میکنه، برای من در کنار اینها بیشتر فیلمی هست درباره مصائب فیلمسازی و هنرمند بودن تو کردستان. از همه فیلمساز یکی از تمای مهمی که براش مهم بوده با ما در میون بذاره این بوده و این خیلی خیلی جذابش کرده. البته اون مسئله رو میتونی تو همه جواب سنتی دیگه هم کم و بیش به شکلهای مشابه دید. فیلم به نظر میاد یه جور در این حال ادای دین فیلمساز هم هست به سینمای مورد علاقهش و فیلمسازهای مورد علاقهش، اشاره غیر مستقیمی هست به سینما پارادیزو و همطور یلماز گونی و شریف گورن در فیلم. این ارجاعات چه کمکی کرده به فیلمساز و فیلم؟ برای همین من گفتم که این فیلم قبل از اینکه این فیلم درباره ظلمی باشه که به یک قومیت یا یک ملتی شده، فیلمی درباره سینما میتونیم اینطوری هم باش برخورد کنیم. فیلم اصولا توی سینما شروع میشه و توی یه سینمای سرباز البته تموم میشه. فیلم با این سکانس شروع میشه که بچه‌ای وارد میشه، میره بالا از پله‌ها، اتفاقی که خود حسین کارگردان دوباره اون کارو انجام میده. وقتی وارد سینمایی سالونی میشه که میخواد خراب بشه، میره با آپارات میرسه. تو آپارات دو تا پوستر رو ما میبینیم، یکی پوستر جاده مزگونی هست، میبینیم که فیلمساز کرد اهل ترکیه هست که فیلماش خیلی فیلمای مهمی هستن برای کردها و فیلم درجه یکی هم از لحاظ کیفی، و دوم فیلم لارنس عربستان رو میبینیم پوسترشو که تو آپارات. لارنس عربستان در اصل ابتدای کشورهای جدید عربیه، ابتدای ملت سازی برای کشورهای عرب، یعنی اشارات تلویح سیاسی هم که میخواد بکنه از زبان و بیان سینمایی و از تاریخ سینما به معنای از فرهنگ سینیفیلی خودش و دیگران استفاده میکنه. و فیلم وقتی شروع میشه در اصل که اون کودک میره تو سالن سینما میشینه میخواد فیلمو ببینه، صحنه‌ای که داره رو پرده می‌بینه، صحنه‌ای که سربازا حمله کردن و دارن یه در رو می‌زنن، همزمان گویا واقعیتی که فیلمی که واقعیتی که توی پرده سینماست بیرون میاد و ریخته میشه و پخش میشه توی سالن سینما و سربازای عراقی میان توی سالن سینما. ارجاعاتی که و این لحن رفت آمدی کنایه آمیزی که بین واقعیت سینما و واقعیت روزمره و تاریخ وجود داره تو فیلم بسیاره، میشه بهش اشاره کرد. و اسم فیلم گذاشته خاطرات روی سنگ.
سخت جواب دادم به این سوال، بالاخره فیلم سازه که، ولی یک نشانه های خیلی جذابی تو فیلم هست، مثلا اون زندان یا اون قلعه نظامی که تبدیل به زندان شده و ظاهرا کشتار اونجا انجام شده و قرار فیلم اونجا ساخته بشه و نهایتا فیلم هم تو اونجا نمایش داده میشه در آخر فیلم، در چند پلان هست که پلان های باز هستن و با ماشین قرار به اینجا نزدیک بشن و پیاده شن. تو این پلان های باز اگر دقت کنید شکل این زندان و اون پنجره های بالا و پایینش دقیقا شبیه فیلم 35 و پرفورمایی که اون سوراخ هایی که وجود داره برای اینکه توی چرخ دنده های پروژکتور بیفته، یا مثلا داخل سینما که اینا ارجاعات مشخصا سینمایی کاملا مشخصه، یا وقتی که داخل اون زندان هست وقتی سونیر زن بازیگر میاد و از حضور اون به بعد یه بار معنایی به فیلم اضافه میشه که به من اسمش میذارم خاطره، واقعا چون خاطره و خاطرات با سونیر وارد زندان میشه. وقتی وارد این راهروها که میشه یه تمهید وجود داره به نام کتپریزون، یعنی کادر زندان، کادری که تبدیل به زندان میشه، چون وقتی توی یک کادری یه قاب دیگه توی قاب ببندین چند تا تعبیر میشه ازش داشت، یکی از این تعبیرات زندانی کردن و محدود کردن فضاست. وقتی توی این راه رو میره به خوبی فیلمساز فضا رو محدود میکنه و این حس تنگنا و سختی و این رنجی که میبره به منتقل میکنه. شاید خاطرات سنگ یه اشاره باشه به این خاطراتی که ظاهرا رو اون با اشاره به ساختمان زندان رون وچ رون دیوارهای سنگی زندان ثبت شده، شاید معنا بیشتر این باشه. یادون باشه که سونیر اسم خودش رو که پدر زندانیش رو اینجا سالها پیش هک کرده بوده روی دیوارهای این زندان هک شده میبینه. همون شخصیت زن در حقیقت یک شخصیت کلیدی و پیشبرنده هست توی این داستان. در حقیقت قصه خیلی جاها با اون هست که پیش میره و فراز و فرود درام با اتفاقایی که برای اون میفته. این شخصیت زنم خیلی متفاوت تر از بقیه شخصیت های دیگه توی این فیلم ترسیم شده. کمی راجع به این شخصیت برام صحبت کنید خانم باقری. خیلی شخصیت مهمی هست مسلماً، و اینکه این فیلم مردانه است به دلیل اینکه تمام کسایی که توی اون سینما کار میکنن اکثریت همه مرد هستن و تنها زن داستان، ولی از وقتی که در واقع وارد این، اولا این چیزی که بهش خیلی مهمه اینه که به مسئله معضل بودن زن در این فرهنگ در واقع پرداخته میشه و اینکه چرا در واقع یک پیدا کردن یک زن برای یک فیلم اینقدر کار سختیه، و بعد اینجا میایم در برابر همون حرفی که شما زدید و در واقع یک جامعه در حال گذار و اینکه از رفتن به سنت به مدرنیته چقدر در کاراکتر این زن و در رفتار این زن نشون داده میشه و اینکه مجبور هستیم برای اینکه به مدرنیته برسیم و به تجدد برسیم باید باجی به سنت بدیم، و اینجا این باجی که این زن میده برای اینکه به سینما به عنوان نماد مدرنیته بپیونده این هستش که باید ازدواج بکنه، در جایی که نشون داده میشه که هنرمند علیل میشه و هنرمند نمیتونه به هدفش برسه. فیلم در این حال یک رگه طنزی رو هم داره، با شما ادامه بدیم راجع به این رگه طنز. طنز تلخیه توی فیلم که تماشاگر رو در حقیقت نمیخندونه، ولی عمق تراژدی رو در این حال به شکلی قابل تحمل تر میکنه و باعث میشه قصه به آرومی و راحت تر جلو بره. شما درباره این زبان طنزی که فیلم ساز به کار گرفته چی فکر میکنید؟ بعد سراغ خانم باقری هم میریم، از ایشون هم خواهیم پرسید. طنزی که توی فیلم هست شاید به اون معنی آشنایی که ما میشناسیم طنز نباشه، بیشتر طنز سیاه و خیلی کمرمقه و بیشتر محصول موقعیته، این تضاد منافع یا کلامی که کاراکترها توی موقعیت داره این طنز رو ایجاد میکنه، در اصل اون طنزی که ما باش مواجه میشیم، حتی خود کاراکترها پی به دردناکیش صرفا نمیبرن، ولی به نظر من بیشتر از اون نگاه کنایه آمیزی میاد که فیلمساز داره. اصولا فیلم میتونه توی این اگر دستبندی و رسمیت بشناسیم یه فیلم روشنفکرانه و منتقدانه باشه، چون خیلی نسبت به جامعه خودش بیرحمه و اصلا تو دام این سانتیمانتالیزم اون کشتار وحشتناک البته نمیفته و مرسی سرایی نمیکنه، بلکه فیلمی برای نقد کردن، به نقد کشیدن و خیلی جدی و بیرحم با جامعه فیلم ساز مواجه میشه. این واقعا خیلی قابل تحسینه و در این حال ظریف و لطیف. این کاربرد دوگانه زبان طنز در این ساختار رو شما چطور میبینید؟ اومبرتو اکو یک نشانشناس ایتالیایی میگه که کومیک و کمدی موقعی هستش در زبان که شما یک وقفه کوتاهی به احساساتتون در قلبتون میدین، و این دقیقا همین اتفاقی است که توی این فیلم میفته. یعنی با استفاده اصلا طنز معناش این نیست که شما قهقهه بزنید و بخندید، طنز میتونه خنده به دنبال نداشته باشه، ولی جایی است که قلب شما مدتی از احساسات رقت برانگیز یا دردناک باز میسته، و این
این اتفاق دقیقاً در این فیلم میفته و این گونه از این طنز در واقع به نظر من کارگردان استفاده کرده برای اینکه اون فاجعه رو نمیخواد به گونه ای روی پاتوس و احساسات ما انگشت بذاره و اون رو فقط میخواد به صورت فیلم نشون بده و برای همین هستش که این طنز فاصله گذاری میکنه بین اون فاجعه و بین مخاطبی که داره اون رو نگاه میکنه و این رو تو خود فیلم هم میبینید که با نشون دادن اینکه کی فیلم هست و کی واقعیت بیرون از فیلم، این رو ما میبینیم با کادرها و تغییر رنگ و بعد همیشه ارجاع داده میشه به یک المان که مقداری طنز هستش. سال آخر رو با شما در میون میذارم آقای اسماعیل پور. به لحاظ زمان و روایت فیلم در واقع در یک گذشته از یک گذشته میره، ما گاهی به یک فلاش بک های یک اتفاق در گذشته میریم و برگردیم میایم به اون ساختمان، حالا ساختمان زندان یا هر جای دیگه. این پس و پیش شدن زمان ها به خوبی به نظر میاد توی فیلم هست، بیننده گم نمی کنه زمان گذشته و حال رو. این زمان و روایت رو چطوری پیش برده فیلم ساز که انقدر راحت ما باش همراه میشیم؟ فیلم به معنای تیتراژ اولی فیلم اگه یادتون باشه روی نور آپارات تیتراژ میاد بالا و نهایتا روی نور پایانی نور آپارات دوباره تیتراژ پایانی فیلم میاد وقتی تو اون زندان همه نشستن. فیلم ساز سعی کرده برای اینکه ارجاع بده به انفال، هیچ وقت ما نمیفهمیم توی فیلم که انفال چیه، انفال دقیقاً چه اتفاقی بوده. ما میدونیم که قتل عام بزرگه ولی اطلاعاتی به ما نمیده. فیلم ساز سعی کرده با بازی که با مسئله خاطره میکنه توی فیلم و بعد با فلش بک هایی که در اصل ساخت فیلم دوم هست، فیلمی که داره در فیلم ساخته میشه قصه‌اش اون زمان انفال داره توی دهه 80 میفته و سعی کرده با این عنصرها ما رو برگردونه به اون زمان. ولی اصولا چیزی که خیلی توی این فیلم جالبه، هر آینه فیلمساز داره به ما هشدار میده به تماشاگر که این یک فیلم است، این یک فیلم است و این یک فیلم است. خیلی براش مهمه که ما بدونیم داریم یه فیلمو میبینیم. فکر میکنم فیلمساز خیلی متعهد بوده، اصلا قصد نداشته احساسات ما رو تحریک کنه، مخصوصا درباره قتل عام به این وحشتناکی، و خیلی براش مهمتر این بوده که فیلمشو بسازه، یه فیلم خوب بسازه که ارجاعات درست سینمایی داشته باشه، روی متریال درستی بنا بشه، تا اینکه صرفا یه فیلمی درباره یه گذشته دردناکی که ملت تجربه کرده. شخصیت پردازی های درست و حسابی، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از هر دوی شما. مجال بیشتری برای ادامه گفتگو نداریم، وقت برنامه‌مون در همین جا به پایان میرسه. ادامه بحث رو به شما بینندگان برنامه میسپاریم. شما برام بنویسید که نظرتون در مورد فیلم این هفته و همینطور گفتگوی برنامه چی هست. با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل برنامه آپارات به آدرس aparat@bbc.co.uk و یا از طریق صفحه آپارات در فیسبوک به آدرس aparatonbbc. اطلاعات بیشتر در مورد فیلم و فیلمساز و همینطور میهمانان این هفته برنامه رو هم در وبسایت بی بی سی فارسی صفحه آپارات پیگیری کنین به آدرس bbcpersian.com/aparat. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، به اتفاق میهمانان برنامه عسل باقری و فرید اسماعیل پور، بدرود و پاینده باشید.